دوستان عزیزم سلام، من وحید هستم از گروه آموزشی هفرنگ. بعضی از دوستان برای ما کامنت گذاشته بودن و تو تلگرام تو یوتیوب برای ما نوشته بودن که آموزش افتر افکت آموزش بدم. چشم، منم آموزش از سری آموزش های افتر افکت رو اولین جلسه امروز شروع میکنیم که شروع کنیم به آموزش افتر افکت. شاید جلسه اول یه کمی طولانی بشه چون میخوایم یه سری نکات ریز رو به شما یاد بدیم، مثلا ابزارها رو کلن، محیط افتر افکت رو به شما آموزش بدیم. سریع میریم سراغ آموزش. من افتر افکت رو اینجا شروع میکنم باز کردن، ببینیم چی میشه. این آموزش هایی که ما میدیم تماما کاملا رایگانه که دوست داریم همه عزیزان از این آموزش ها استفاده رو ببرن و دیگه خودشون بتونن یه بازار کار راحتی پیدا کنند. خب منتظر میمونیم که این افتر افکت ما باز بشه. برای ما کامنت بذارید، ما رو لایک کنید. ارزم به حضور شما انتقاد، پیشنهاد، آموزش مد نظرتون هست، برای ما کامنت بذارید تا من آموزش رو براتون پر کنم و روی یوتیوب آپلود کنم. خب همینطوری که مشاهده میکنید محیط افتر افکت این شکلیه، باز میشه. اینجا از شما میخواد که یه نیو پروژکتور، ببخشید نیو پروژکتور باز میخوام، یه نیو پروژه، مثلا یه پروژه جدید رو که بخواید باز کنید، اینجا از شما آدرسش رو میخواد که کجایی مثلا براتون سیو کنه. من پروژه جدید میزنم. این محیط افتر افکت هست. شما میتونید مثل پریمیر محیطش رو عوض کنید، یعنی اینکه بیاین تو این قسمت، تو قسمت ورک اسپیس از تو حالت افکت، حالت موشن، حالت های مختلف داره میتونید عوض کنید. من الان فعلا رو همین حالت استاندارد خودش شروع میکنم به کار کردن. ببینید محیط افتر افکت، افتر افکت یه نرم افزار دو بعدی سه بعدیه میتونیم بگیم که هم کارهای دو بعدی رو میتونه انجام بده، هم کارهای سه بعدی رو راحت تر میتونه انجام بده. سه بعدی زیاد قوی نیست، دو بعدی سه بعدی، یعنی همه کاری در اصل میشه بکنیم، ولی کارهای سه بعدی خفن بخوایم بکنیم شما باید برید سراغ سینما فوردی، سراغ مایا، سراغ نرم افزار این شکلی باید برید. خب ببینید ارزم به حضور شما افتر افکت نرم افزار تدوین نیست بچه‌ها، که مثلا بعضیا میان میخوان 10 دقیقه فیلم رو تو اینجا تدوین کنن، ادیت کنن. ببین نرم افزاری است که شما مثلا تو پریمیر ارزم به حضور شما یه تیکه مثلا مشکل پیدا میکنید، میخواین یه تیکه رو سانسور خفن کنید، افکت خفن بدید، از اونجا مثلا 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه میاری تو افتر افکت، کارتون رو انجام میدید و میری تو پریمیر ادیتای بعدیش رو میزنید. خب من اینجا یه ببینید کامپوز داره، یعنی افتر افکت حالت های کامپوز داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا این قسمت اینجا که میبینید ما پروژمون رو وارد میکنیم، حالا من کامپوز رو بهتون توضیح میدم که چیه. ما اینجا مثلا پروژه‌مون رو وارد می‌کنیم. من اینجا سعی می‌کنم الان یه پروژه بیارم مثلا مثل این، ایمپورت می‌کنیم. شما می‌تونید اینجا یا دبل کلیک کنید، دبل کلیک کنید ایمپورت کنید، می‌تونید پروژه رو بگیرید بکشید بندازیدش ایمپورت کنید، اینطوری بگیرید بکشید ایمپورت کنید، هر دو تا راه هست. خب من الان پروژه‌مون ایمپورت کردم، اینجا تصویرش این بالا میاد. ارزم به حضور شما من چه شکلی حالا اینو وارد کامپ هم کنم، میتونی شما اینو بگیرید بکشیندش بنذارینش روی قسمت کامپ، وارد کامپ میشه و اینجا تصویرش میاد. کنترل زد میزنم، میتونیم بگیریم بکشیمش اینجا، وارد کامپ میشه و تصویرش میاد. میتونیم بگیریم بکشیمش این پایین، وارد کامپ میشه و تصویرش میاد. پس سه تا راه داره، حالا هر کدوم که شما دوست داشته باشید. و ببینید اینجا حالت پلی داره، میتونید اسپیس بار هم بزنید پلی میشه تصویرتون. اجازه بدید من صدا اینو قطع کنم، صدا مزاحم نشه. پلی میکنیم یعنی یه همچین حالتی، اوکیه. پس تا اینجا که مشکل نداره. بریم سراغ ارزم به حضور شما این سربرگای بالا و این ابزارا چه کاری انجام میدن. این ابزار مووه، ابزار زوم میکنید شما باهاش به این حالت، میتونید مثلا با اسکرول موس زوم بک زوم آت کنید، زوم این زوم آت کنید به این حالت. میتونید توی این قسمت بیاید و حالت فیت بزنید و فیت سیستم شما میشه. خب پس این از زوم. ارزم به حضور شما که اینجا حالت کامرا تولزش داره که بعدا براتون توضیح میدم، یک کمی سخته. این قسمت این بالا برای تایپ کردن سیستمتونه، این قسمت براشه. ببینید افتر افکت چیزیه
بین پریمیر، فوتوشاپ، الیستریتور، ارزم به حضورتون انیمیسیون، ادوبی انیمیسیون، یه هم چیزی قاطیه، چون که شما راحت تو اینجا میتونید استمپ کنید مثل فوتوشاپ، میتونید براش بزنید مثل فوتوشاپ، میتونید پاک کنید، میتونید پین بزنید، یعنی کارهایی که تو فوتوشاپ رو میتونید انجام میدید راحت میتونید تو اینجا یه سری کاراشو انجام بدید. خب ارزم به حضور شما من این گفتم که بهتون اینا که باز میکنم اینجا، مثلا این فیلم منه، میخوام ارزم به حضور شما که مثلا تصویرشو کوچیک کنم، میام روی این قسمت کوچیک میکنم یا اسکرول موس رو تکون میدم کوچیک بزرگ میشه. اینو برای توضیح دادم، این قسمت اینجا کیفیت تصویر شما رو نشون میده که رو حالت فول باشه، هاف باشه، نصف باشه، یک چهارم باشه، بستگی به قدرت سیستم شما داره و اینکه شما چقدر لایه بخواید اینجا باز کنید و بخواید کار انجام بدید. خب پس اینم از این مورد. این سربرگای کنار که اینجا میشه افکت‌ها رو اینجا داریم ما باش، یعنی چی افکت‌ها رو داریم؟ یعنی اگه اجازه بدی باز بشه، مثلا من اینجا راحت میتونم افکت بدم، ارزم به حضور شما مثلا چی افکتی بدم ببینیم. مثلا افکت رو میگیرم، مثلا افکت کارتون رو میگیرم میندازم روی اینجا یا روی اینجا یا روی این قسمت، فرق نمیکنه، روی اینجا میگیرم میندازم، ببین برای من حالت کارتونی شد، افکت کارتونه و اینجا اندازه‌ها و تغییراتش رو میتونم عوض کنم. خب من حالا نمیخوام وارد با بحث جزئیات بشم، فقط میخوام شما با محیط نرم افزار آشنایی پیدا کنید. پس اینم از قسمت افکت ها، اینجا میگیرم و گزینه دیلیت رو کیبورد رو میزنم پاک میشه. پس این قسمت اینجا افکت ها شد، ارزم به حضور شما این قسمت اینجا رو خودتون یکم باش کار کنید که ببینید چه شکلیه. من میام تو قسمت این طرف و اینجا وقتی این گزینه فلش اینجا رو میزنم، برای من تمام چیزها رو باز میکنه، تمام لایه های افکت هایی که من داده باشم. مثلا اجازه بدید من چند تا افکت بدم که شما ببینید. مثلا این افکت کارتون رو میدم، ارزم به حضور شما مثلا این افکت رو میدم. ببینید میخوام به شما بگم که اینجا وقتی میاد قسمت این طرف افکت ها رو کامل برای من باز میکنه که چه افکتی دارم. نخواستم میتونم کلا دیلیت کنم، تمام افکت ها دیلیت بشه. خب این قسمت مثلا اینجا ببینید شورتکات های، سعی کن شورتکات های هر نرم افزار رو سریع یاد بگیری که بتونی سرعت عملتون بیشتر باشه تو نرم افزار. خب ما این قسمت که میایم قسمت ترانسفورمرز، ترانسفورمرز گفتم ببخشید، میگاد فیلم سینمایی ترانسفورمر 1 2 3 افتادم. ترانسفورم اینجا اوپاسیتی داره، اسکیل داره، شما میتونید این اسکیلش اینجا کوچیک بزرگ کنید به این حالت که میدونید. میتونید هم با اینجا کوچیک بزرگ کنید، هم میتونید شما این قسمت رو بگیرید با موس و کوچیک بزرگ کنید و بعدش میتونید شیفت رو بگیرید که به یک اندازه کوچیک بزرگ کنید. اگه شیفت نگیرید به هر اندازه که شما بخواید کوچیک بزرگ براتون میشه. سعی کنید شیفت رو بگیرید که به یک اندازه کوچیک بزرگ بشه. پس اینم از حالت اسکیل. اینجا اوپاسیتی و روتیشنش رو میتونید تغییر بدید مثل هر نرم افزار دیگه ای، هر نرم افزار تدوین دیگه، اینجا میتونید اوپاسیتیش رو تغییر بدید. پس اینجا این قسمت پایینه، تمام اطلاعات پایش داخل این قسمت هست و شما میتونید از این قسمت بازار رو کی فریم بدید. این گوشه های اینجا کی فریم هاشه، میتونید کی فریم بدید. مثلا آقا مثلا بذاریم من اینجا کی فریم بدم، مثلا رو اوپاسیتی کی فریم میدم اینجا ارزم به حضور شما صفر باشه و مثلا تو ثانیه 20 یکم بیشتر که قابل لمس تر باشه این باشه 100. بازار این کی فریم اینجا میدم و اینجا رو مثلا میام میچرخونمش، روتیتش میکنم. ببینید برای من چه حالتیه، مشاهده کردید؟ به این حالت هم شما میتونید انیمیشن بدید به سیستمتون. البته انیمیشن های پایه است اینا و در آینده من کامل برای شما طریقه موشن گرافیکی رو به شما یاد میدم. خب پس اینم از این. ببینم دیگه چیز خاصی هست که تو قسمت اول برای شما توضیح بدم. پس این قسمت اینجا شما هر تعداد لایه‌ای که آوردیم اینجا ما میتونیم بیاریم، صدا میتونیم بیاریم، تصویر میتونیم بیاریم، هر چی که خواستیم. مثلا من یه صدا آوردم، صدا رو میگیرم میندازم این پایین. ببین هر چی که خواستیم ما میتونیم تو این قسمت پس بیاریم. این قسمت سربرگ کارم توضیح دادم. این قسمت سربرگ فقط یه چیز دیگه من
بذارید تو جلسه بعدی برای شما قسمت های مثلا سربرگای ماسکش و کیپ فریماش توضیح بدم. فقط یه نکته ای که من به شما توضیح بدم اینجا تو قسمت سربرگ ها من یه کمی کوچیک میکنم که قابل لمس باشه به این حالت. اینجا شما میتونید این کیف فریم وسط و نقطه وسط رو تغییر بدید. وقتی شما میتونید این نقطه وسط رو تغییر بدید کل میتونید باهاش انیمیشن های خیلی قشنگی بدید. چه شکلی نقطه وسط رو تغییر بدیم؟ این قسمت رو میزنیم و اینو میگیریم مثلا میذاریمش این گوشه اینجا. خب و اینجا شما میتونید وقتی روتیت رو تغییر میدید دیگه از وسط نمیچرخه، از کناره میچرخه. چون اینو ما گذاشتیم اینو رو کناره. مثلا ببینید از اون گوشه بالا میچرخه و با این راحت میتونید اونقدر انیمیشن قشنگ بهش بدید که نگید. پس به این حالت مثلا ببینید اینجا از وسط میچرخیم و اینجا از گوشه بالا میچرخ. پس اینم از این مورد گزینه اینجا. اینم که بزنید میتونید کلن اینا سیستمتون رو اینطوری بچرخونه دیگه. مثلا با این حالت گزینه اینجا میتونید کلن مثلا ویدیوتون و کلیپتون و عکستون و هر چی که دارید بچرخونه. پس اینم از این قسمت های سربرگ بالا. اینجا میاد فوتیج های خام شما رو نشون میده، لایه های خامتون رو نشون میده. اینم کامپوزیتی که درست کردین نشون میده. این قسمت های بالا میتونید شما گفتم که میتونید حالت ورک اسپیستون رو عوض کنید. این قسمت های اینجا دست خود شماست که چی باشه چی نباشه. اینجا افکت هست، براش ها هست، پینت ها هست، ارزم به حضور شما ترک موشناتون این قسمت ها هست و این قسمت هم محیط کار پایین شماست. خب امیدوارم که گیج نشده باشید، منم راحت توضیح داده باشم و اینکه فعلا جلسه اول آشنایی با محیط افتر افکت بود و در جلسات بعدی ما شروع میکنیم به کار پروژه محور میریم جلو. یعنی یک کلیپی آماده میکنیم، میندازیم داخلش، افکت بهش میدیم، حرکت میکنیم، پروژه محور میریم جلو که هضمش برای شما آسان تر باشه. خب خیلی ممنون، فعلا خدا نگهدار.